بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. سیمای جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه هنگام ورود جنازه عباس نیلفروشان برای دقایقی چهره اسماعیل قاآنی را نشان داد. در پرونده چای دبش 63 تن به اخلال اقتصادی متهم شدند. یک سوخت بر بلوچ بر اثر انفجار مین کار گذاشته شده توسط سپاه در شهرستان سراوان جان خود را از دست داد. اسرائیل از کشته شدن یکی از فرماندهان حزب الله خبر داد. یک مقام نزدیک به بنیامین نتانیاهو گفته است که اسرائیل تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 15 آبان ماه به ایران حمله خواهد کرد. آمریکا به ایران پیام داد که ترور ترامپ را اقدام جنگی در نظر خواهد گرفت. و برای اولین بار در جهان بوستر فضاپیمای استارشیپ بر سکوی پرتاب فرود آمد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 15 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 24 مهرماه سال 1403 خورشیدی. سیمای جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه 24 مهرماه هنگام گزارش ورود جنازه عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران برای دقایقی چهره اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را نشان داد. در این گزارش اشاره‌ای به محل اقامت قاآنی در دو هفته اخیر نشد، اما چنین وانمود شد که او به همراه جنازه عباس نیلفروشان به تهران بازگشته است. آخرین باری که اسماعیل قاآنی در رسانه ها مشاهده شد 9 مهر ماه، دو روز بعد از کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان بود. بعد از آن هیچ خبر، عکس یا فیلمی از اسماعیل قاآنی منتشر نشد. غیبت او در نماز جمعه که به امامت علی خامنه ای برگزار شد و نیز غیبت در مراسم اهدای نشان به امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران بر دامنه سوالات درباره سرنوشت قاآنی افزود. رهبران جمهوری اسلامی در پی یافتن منشأ نفوذ عمیق اسرائیل به دستگاه‌های نظامی و امنیتی خود و دلایلی که به کشته شدن حسن نصرالله و عباس نیلفروشان انجامید هستند و احتمال می‌دهند که وسایل ارتباطی اسماعیل قاآنی هک شده باشد. میدل ایست آی، رسانه نزدیک به حکومت قطر، هفته گذشته خبر داد که قاآنی در بازداشت و بازجویی به سر می‌برد و در جریان بازجویی دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شده و رئیس دفتر قاآنی هم به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است. ایران این گزارش‌ها را رد می‌کند. دادستانی تهران از صدور کیفرخواست 613 صفحه‌ای در پرونده چای دبش برای 63 متهم از کارمند بانک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و مدیران گروه دبش و شرکت‌های وابسته به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی، تحصیل مال نامشروع و پرداخت به اقصی رشوه خبر داد. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه با اشاره به شناسایی و توقیف حدود 20 هزار میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده گفت گروه چای دبش علاوه بر تخلفات ارزی بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات دریافت کرده که 9 هزار میلیارد تومان آن موفق شده است. به گزارش ایسنا، این پرونده و ضمایم آن که 350 جلد و 70 هزار صفحه دارد از سوی 33 کارشناس در حوزه‌های مختلف بررسی شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اردیبهشت ماه گذشته بدون توضیح درباره جزئیات این پرونده فساد 3.4 میلیارد دلاری از وقوع این تخلفات در زمان کوتاه خبر داد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در پرونده چای دبش زمان بر است. وبسایت هالبش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را منتشر می کند، گزارش داد که یک سوخت در بلوچ شامگاه یک شنبه 22 مهر ماه در نزدیکی نقطه صفر مرزی در شهرستان سراوان به دلیل رفتن روی مین کار گذاشته شده
توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش نام این سوخبر اقبال ریگی بوده که 21 سال سن داشته است. این وبسایت اشاره کرد که در دو حادثه جداگانه دیگر در اول تیر ماه و اوایل خرداد ماه سال جاری یک زن عشایر بلوچ به نام مهر بیبی سیاهانی و یک نوجوان بلوچ که به دنبال چرای دامهای خود در شهرستان سراوان رفته بودند بر اثر رفتن روی مین کار گذاشته شده توسط سپاه پاسداران جان خود را از دست دادند. کمیته حقوق بشر پارلمان آلمان بر ضرورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تاکید کرد و خواستار قاطعیت بیشتر در برخورد با رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی شد. رناتا آلت رئیس این کمیته در بیانیه‌ای تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران به علت ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را اقدامی موجه ارزیابی کرد. او گفت که نابودی زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین با استفاده از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نباید تحمل شود. روابط عمومی پزشکی قانونی استان مازندران روز سه‌شنبه از افزایش شمار کشته شدگان مصرف مشروبات الکلی تقلبی به 25 تن در این استان خبر داد و اعلام کرد که از این تعداد 21 تن مرد و 4 تن زن هستند. دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم روز دوشنبه از فوت 18 تن و مراجعه 66 بیمار با علائم ضعف، بیحالی، درد شکم و تاری دید به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی به مراکز درمانی این استان خبر داده بود. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره نحوه ابلاغ قانون عفاف و حجاب از طرف دولت اعلام کرد که موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت، بلکه با باور می‌توان جا انداخت. مهاجرانی تاکید کرد که قانون در چارچوبی باید باشد که منافع مردم در آن دیده شده باشد. این در حالی است که در چند هفته گذشته خبر تصویب این لایحه توسط شورای نگهبان و ارسال آن به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. با این وجود وضعیت این قانون با توجه به سکوت سخنگوی شورای نگهبان و علنی نشدن متن نهایی آن هنوز شفاف نیست. سخنگوی دولت پزشکیان هم بدون اشاره به تصویب این قانون در شورای نگهبان با روند بررسی آن در مجلس افزود که این دولت وفاق است و سعی دارد که با همدلی کارها را پیش ببرد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه در میان شرکت‌های ایرانی تنها ایران ایر بود که به اروپا پرواز داشت گفت که آن هم با اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بعد از این هیچ هواپیمای ایرانی به این قاره پرواز نخواهد داشت. به همچنین گفت که پروازهای اروپایی هم از این پس از طریق پروازهای کانکشن و از طریق و از کشور واسط مانند ترکیه یا امارات برقرار می‌شود. همزمان گزارش‌های شهروندی هم از خلوت بودن فرودگاه بین‌المللی خمینی در تهران خبر دادند. سیامک قاسمی اقتصاددان با تاکید بر اینکه واقعا این سطح از انزوا و بایکوت شدن شاید در همه سالهای اخیر بی سابقه است، در این زمینه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به پروازهای 24 ساعت اخیر فرودگاه امام دقت کنید. خارج برایمان شده استانبول، دبی، نجف، مسکو، مسقط و ایروان. همچنین علی شریعتی فعال اقتصادی با اشاره به تعطیلی سه روزه هفته گذشته مهمترین فرودگاه ایران گفت که این اقدام فقط معطلی ایرانیان را به دنبال داشت و در دنیا هیچ تأثیری نداشت. به تأکید کرد که اگر دبی یا استانبول فقط یک روز تعطیل بشوند سیستم حمل و نقل هوایی دنیا فلج می شود. ما این گونه از دایره دنیا حذف شدیم. نرمان در دسته توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود.
فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. آبیخای عطرایی، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز سه‌شنبه 24 مهر ماه از کشته شدن خضر العبدالزن، مسئول یگانه هوایی و پهپادی حزب الله در منطقه لیتانی شمالی که چند روز پیش یک پهپاد از آنجا به سمت خاک اسرائیل به پرواز درآمده بود خبر داد. آبیخای عدرایی امروز در پستی در شبکه ایکس از لبنانی ها خواست به خانه های خود در جنوب یا به مزارع زیتون بر نگردند. او بار دیگر مدعی شد که اعضای حزب الله از آمبولانس برای حمل سلاح استفاده می کند. به تهدید کرد که ارتش اسرائیل تدابیر لازم را علیه هر وسیله نقلیه ای که افراد مسلح را بدون توجه به نوع آن حمل می کند انجام خواهد داد. ارتش اسرائیل در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود صحنه‌های جدیدی از کشف سلاح در خانه‌های جنوب و همچنین انبارهای زیرزمینی حزب الله پخش کرده است. این هشدارها در حالی منتشر شد که جنگنده‌های اسرائیلی چندین حمله به شهرهای هانین، تولین و یاتر در جنوب انجام دادند. از سوی دیگر حزب الله بیش از 20 موشک به سمت حیفا و حومه آن و همچنین الجلیل در شمال شلیک کرد. در خبری دیگر پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک تروریست مسلح ظهر روز سه‌شنبه 24 مهر ماه با تیراندازی در دو نقطه در یک بزرگراه یک شهروند اسرائیل را به قتل رساند و 4 شهروند دیگر را زخمی کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که لحظاتی بعد از این تهاجم پلیس خرابکار را خنثا کرد. پلیس اعلام کرد که شهروند کشته شده یک افسر این نیرو بود که در خودروی در حال حرکت در بزرگراه مورد هدف قرار گرفت. بر اساس گزارش ها یکی از مجروحین یک پزشک بود که به کمک یک زخمی دیگر این تیراندازی شتافته بود. رسانه های آمریکایی میگویند که حمله اسرائیل به ایران ممکن است که از امروز تا قبل از هفته آینده رخ بدهد. حمله ای که اگر حساب شده نباشد ممکن است که آتش جنگ منطقه‌ای را شعله برسازد. به گزارش واشنگتن پست، یک مقام نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این روزنامه گفته است که اسرائیل تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 15 آبان ماه به ایران حمله می کند. این مقام اسرائیلی میگوید دلیل حمله پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این است که تأثیر آن بر نظر رای دهندگان کمتر شود، چرا که نتانیاهو میداند که این حمله رقابت‌های انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به باور نتانیاهو اگر کاملا هاریس از حزب دموکرات به ریاست جمهوری برسد، در حالی که مسعود پزشکیان در ایران برتر قدرت است، امکان احیای برجام و بازگشت به میز مذاکره بین دو طرف وجود دارد و این اتفاقی است که نتانیاهو خواهان آن نیست. این در حالی است که واشنگتن پست گزارش داده که بعد از درخواست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از نتانیاهو، اسرائیل ممکن است که دامنه حمله خود به ایران را به چند پایگاه نظامی محدود و از حمله به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران که امکان شعله بر کردن جنگ در منطقه را به دنبال خواهد داشت خودداری کند. از سوی دیگر یاب گالاند وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی تاکید کرد که اسرائیل به زودی به حمله گسترده موشکی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که این پاسخ دقیق و مرگبار خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 15 اکتبر به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشت که ایالات متحده آمریکا
به جمهوری اسلامی هشدار داده که تمام توطئه ها علیه جان دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور را متوقف کند و گفته است که واشنگتن هر گونه اقدام به ترور او را یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. این مقام که رویترز نامش را فاش نکرد گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به شکل پیوسته در مورد تهدیدهای تهران علیه ترامپ در جریان قرار می‌گیرد. به گفته منبع رویترز در دولت آمریکا، مقامات ارشد ایالات متحده به دستور بایدن پیام‌هایی را به بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ارسال کرده و به تهران هشدار دادند که تمام توطئه‌ها علیه ترامپ و مقامات سابق آمریکایی را متوقف کنند. ایران دخالت در تلاش‌ها برای ترور ترامپ را رد کرده است. پات رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون، در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارشناسان نظامی آمریکایی روز 23 مهر ماه برای راه اندازی سامانه ضد موشکی تاد وارد اسرائیل شدند. سخنگوی پنتاگون افزوده که قطعات اولیه مورد نیاز برای عملیاتی کردن این سامانه موشکی ضد بالستیک پیشرفته هم به همراه این گروه به اسرائیل ارسال شده است. به گفته سخنگوی پنتاگون، در روزهای آتی شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی به همراه قطعات سامانه ضد موشکی تاد به اسرائیل انتقال خواهند یافت. پات رایدر تصریح کرده که این سامانه در آینده نزدیک به طور کامل آماده بهره برداری خواهد شد، اما به دلایل امنیتی از ارائه توضیحات درباره زمان دقیق عملیاتی شدن این تجهیزات پیشرفته ضد موشک بالستیک خودداری کرد. بعد از تحریم‌های بریتانیا علیه فرماندهان نظامی و مقامات حکومتی ایران، دولت استرالیا هم سه‌شنبه مدیران ارشد چند مؤسسه صنایع نظامی ایران را برای حمله موشکی دو هفته پیش به اسرائیل در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش ABC نیوز استرالیا، نادر خونسیاوش رئیس، میر احمد نوشین مدیرعامل و محمد غلامی از مقامات ارشد سازمان صنایع هوافضا که در کنار سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در برنامه موشک ایران مشارکت دارد، در فهرست تحریم‌های جدید استرالیا قرار گرفتند. رؤسای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آلمان هشدار دادند که روسیه تا سال 2030 در موقعیتی قرار خواهد گرفت که میتواند به ناتو حمله کند، و همچنین خبر دادند که مسکو اقدامات خرابکارانه و جاسوسی در کشورهای غربی حامی اوکراین را افزایش داده است. رئیس اداره امنیت خارجی آلمان روز دوشنبه 23 مهر ماه در گزارش به پارلمان این کشور گفت از نظر نیروی انسانی و تسلیحات نیروهای مسلح، روسیه حداکثر تا پایان دهه میلادی جاری به قابلیتی دست خواهد یافت که میتواند به ناتو حمله کند. و افزود رویارویی مستقیم با ناتو در حال تبدیل شدن به یک گزینه برای روسیه است. در پی استقرار پهپادهای کره جنوبی بر فراز پیونگیانگ و پخش اعلامیه‌هایی در ضدیت با رژیم مستقر در کره شمالی، مقامات پیونگیانگ روز یک شنبه اعلام کردند که یگان‌های ارتش این کشور آماده حمله به کره جنوبی هستند. در تازه‌ترین تحولات، رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی حوالی ظهر روز سه‌شنبه 15 اکتبر بخش‌هایی از خطوط ریلی و جاده‌ای مناطق شمالی که به بخش جنوبی شبه جزیره کره متصل است را تخریب کرد. وزارت اتحاد سئول که به امور فرامرزی رسیدگی می‌کند، این حادثه را به عنوان نقض آشکار توافقات گذشته بین دو کره محکوم کرد و آن را بسیار غیرعادی خواند. سخنگوی این وزارتخانه تا یک جلسه توجیهی گفت مایه تأسف است که کره شمالی همچنان به چنین رفتارهای قهقرایی ادامه می‌دهد. بیننده هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با من باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا، از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا، در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی‌شود.
818-818-0707 www.heydarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال می‌کنیم. فضاپیمای استارشیپ اسپیس ایکس پنجمین پرواز آزمایشی خود را به پایان رسانده است. ایلان ماسک با تمام قوا تلاش می‌کند که فضانوردان را به کره ماه و شاید حتی به مریخ بفرستد. در این پرواز آزمایشی تیم اسپیس ایکس کاری انجام دادند که تا به حال هرگز انجام نشده بود. برخلاف پروازهای قبلی که در آن بوستر فضاپیما در اقیانوس هند سقوط می‌کرد، این بار بوستر توانست سرعت خود را کم کند و به آرامی روی سکوی پرتابی که دو بازوی مکانیکی عظیم به آن متصل بود فرود بیاید. بازوهای مکانیکی این بوستر را با حرکتی که به آن نام حرکت چاپستیکی یا همان چوب‌های غذاخوری چینی داده‌اند دریافت کردند. اسپیس ایکس اکنون می‌تواند به دستاوردهای چشمگیر خود در دو پرواز آزمایشی که انجام داده ببالد. همه این دستاوردها کمتر از یک سال بعد از اولین پرواز آزمایشی آنها به دست آمدند که در آن کمی بعد از شروع پرواز انفجار خسارتباری رخ داد. اسپیس ایکس می‌گوید که این خطاها هم بخشی از فرایند پیشرفت و توسعه آن هست. شرکت گوگل قول فناوری آمریکایی قراردادی را برای خرید انرژی از مجموعه‌ای از راکتورهای هسته‌ای کوچک امضا کرده که اولین قرارداد از این نوع در جهان به شمار می‌آید. این اقدام به منظور تأمین برق مورد نیاز برای افزایش استفاده از هوش مصنوعی و مرکز داده‌ای انجام شده که به حجم عظیمی از برق نیاز دارند. بر اساس این قرارداد گوگل 6 یا 7 راکتور هسته‌ای کوچک را از شرکت کالیفرنیایی کایروس پاور سفارش داده است. انتظار می رود که اولین راکتور تا سال 2030 تکمیل شود و بقیه تا سال 2035 به بهره برداری برسند. گوگل امیدوار است که با این حرکت راه حلی با کربن پایین برای تأمین انرژی مرکز داده‌ای خود فراهم کند. این شرکت معتقد است که انرژی هسته‌ای می‌تواند به عنوان منبعی پاک و مداوم نیازهای برق را به طور قابل اعتماد برآورده کند. تراویس جینجر، معلم و کشاورز اهل مینسوتای آمریکا، با پرورش کدو تنبل 1120 کیلویی برای دومین سال پیاپی برنده جایزه بزرگترین کدو تنبل جهان شد. کدو تنبل دوم تنها 2.7 کیلوگرم از کدوی آقای جینجر سبک‌تر بود. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. We'll be right back.